روز جهانی معلم در افغانستان، اما یادآور خاطرات تلخ و فشارهای گروه طالبان علیه این قشر اجتماعی به ویژه معلمان زن همراه شده است. معلمان افغانستان میگویند هرچند در گذشته نیز با مشکلات زیادی مواجه بودند، اما با تسلط گروه طالبان طی دو سال اخیر مشکلات آنان چند برابر شده است. با وضع محدودیت علیه زنان و مسدود شدن مکاتب به روی دختران، هزاران معلم خانه نشین شده و شماری نیز به دلایل امنیتی راه فرار در پیش گرفتند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. 13 مهر برابر با 5 اکتبر از سوی سازمان یونسکو با هدف ارج‌گذاری به مقام معلم و توجه دولت‌ها به این قشر به روز جهانی معلم نامگذاری شده است. در کشور افغانستان اما این روز همواره یادآور خاطرات تلخ و مشکلات معلمان این کشور بوده است. معلمان در افغانستان از ابتدایی ترین و حداقل امکانات زندگی برخوردار نبوده، جزء اقشار فقیر و یا متوسط جامعه به حساب می روند. وضعیت معیشتی و میزان دسترسی به حقوق و امکانات زندگی معلمان افغانستان از هیچ بعدی با کشورهای همسایه و جهان قابل مقایسه نبوده و معلمان این کشور از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی رنج میبرند. با این حال معلمان کم توقع افغانستانی به همین وضع هم شاید راضی بودند، اما سلطه گروه طالبان عرصه را بر این قشر چنان تنگ کرده که حتی برخی از معلمان برای زنده ماندن حاضر به فروش اعضای بدن و یا فرزندانشان شدند. در این میان هزاران معلم زن با بسته شدن دروازه مکاتب دخترانه بالاتر از کلاس ششم خانه نشین شدند. با سلطه طالبان در افغانستان مکاتب این کشور که پیش از آن نیز به دلیل شیوع کووید 19 به مدت 2 تقریبا تعطیل بودند دوباره بسته شدند. اکثر مکاتب تبدیل به مکانی برای تربیت افکار تروریستی و حتی پرورش عناصر انتحاری شده است. طالبان به محض سلطه بر افغانستان نظام آموزشی این کشور را تغییر داده و بیشتر مکاتب را تبدیل به مدرسه های دینی و ترویج افراطیت نمودند. از دیگر تغییرات و عقب‌گردی که گروه طالبان در نظام آموزشی افغانستان ایجاد کرده اند، می توان از حذف مضامین درسی فقه جعفری در مکاتب و دانشگاه‌های این کشور یاد کرد. با اینکه شیعیان هزاره در افغانستان حدود 1/4 جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و قبل از سقوط نظام جمهوریت فقه جعفری رسمیت داشت و در نظام قضایی هم قانون احوال شخصی شیعیان رعایت می شد، اما طالبان علاوه بر منع تدریس فقه جعفری در مکاتب و دانشگاه ها شدیدترین محدودیت ها را علیه شیعیان و هزاره ها وضع کردند. با این حال شماری از کارشناسان با نگرانی از وضعیت اسفبار معلمان افغانستان و رویکرد ایدئولوژیک طالبان با نظام آموزشی این کشور هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و جهان خطر آفرین خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها طالبان به جای راه اندازی مدارس بروز در حال ایجاد مدارس جهاد در 34 استان و 400 شهرستان افغانستان هستند. گفته شده در این مدارس جهاد دانش آموزان بر اساس تجارب جنگی طالبان استفاده از انواع سلاح را تحت آموزش های فیزیکی و نظامی فرا می گیرند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. جناب دکتر، اطلاعات شما از وضعیت معلمان در افغانستان به ویژه طی 2 اخیر چگونه است؟ معلمان به عنوان بخشی از قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان در دولت یا دوره جمهوریت هم اوضاع خوبی نداشتن، یعنی قوانینی که باید پاس می شد تا وضعیت معیشتی معلمان بهتر بشه اما خیلی به کندی پیش رفت و اصلاحاتی که در پرداخت حقوق یا دستمزد معلمان باید انجام بشد به کندی پیش رفت و بخشی از اون اجرا نشد. اما با سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان این وضعیت تشدید پیدا کرد. تشدید پیدا کردنش از زاویه‌های مختلف است. بخشی از اون مربوط به معلمان خانم میشه که چون کلاس های بالاتر از صنف یا کلاس ششم تعطیل هستند، خب اینا خونه نشین شدن و طبیعتاً دچار مشکلات معیشتی هم میشن و یک تعداد از اینا رو انتقال دادن به مدارسی که دورای ابتدایی هست
و به مناطق دوردستر ارجاع دادن فرستادن و چون اینا نمیتونستن برن در جای دورتر بنابراین مجبور شدن که استعفا بدن. یعنی نهایتاً سر خانوما فشار وارد میکنن که اونا از شغل معلمیشون استعفا بدن تا یک مقدار اون اعتراضات به طالبان کم بشه. اما در مورد معلمان مرد خب این وضعیت شاید اونا هنوز به مدارس برای تدریس میرن ولی به لحاظ اقتصادی پرداخت که صورت میگیره بسیار ناچیزه و کفاف زندگی رو نمیکنه و قبلا هم اکثر معلمان شغل دومی داشتن ولی الان به لحاظ وضعیت بد اقتصادی که طالبان ایجاد کردن اون شغل دوم هم در دسترس نیست که اینا بتونن هزینه های زندگیشون رو تامین کنن. بله، تغییر نظام آموزشی و تبدیل مکاتب عصری به مدارس دینی افراطی چه پیامدهایی را در سطح داخلی یا خارجی در پی خواهد داشت؟ متاسفانه در طول 20 سال گذشته هم طالبان به صورت مداوم مدارس رو یا مکاتب رو مورد آماج عملاتشون قرار میدادن و بسیاری از مدارس رو تخریب کردن، انفجار دادن و در بسیاری از مناطق مانع ادامه تحصیل میشدن و این روند الان که طالبان به قدرت رسیدن به روش های دیگه ای هنوز باقی هست. در بعضی از ولایات مثل هلمند در بسیاری از شهرستان ها حتی یک مدرسه هم این امروز وجود نداره، حالا در بعضی شهرها بیشتر ممکن باشه. اما طالبان با استفاده از بودجه و امکانات که الان در اختیارشون قرار میگیره مدارس جهادی یا مدارس دینی را ایجاد میکنن که در اونجا به مسائل دینی یا مذهبی به اون شکل و تفسیر و قرائتی که خودشون دارن آموزش میدن و در مدارسی که از قبل وجود داشت و هنوز هم در اختیار طالبان هست اونها تلاش دارن که معلمانی که از دوره جمهوریت باقی موندن رو به نحوی مجبور بکنن که از معلم بودن استعفا بدن تا اونا بتونن نیروهای خودشون رو به عنوان معلم استخدام بکنن و از این جهت هم معلم‌ها رو با توجه به افکار خودشون استخدام بکنن و هم منابع درسی که برای مدارس هست اونا رو دارن تغییر میدن و در آینده ما فکر میکنیم که مدارس افغانستان تبدیل به مراکز پرورش افراد تندرو و تروریست خواهد شد و این زنگ خطری است که دامنه اون فقط محدود به افغانستان نخواهد ماند به دلیل اینکه در حجم زیادی از افرادی که تفکرات تندروانه دارند اونها را نمیشه کنترل کرد و در یک جای ثابت نگه داشت. بنابراین امکان این که اینها نفوذ بکنن به کشورهای دیگه و از این افکار تندروانه‌شون بر علیه جوامع دیگه استفاده بکنن بسیار زیاده و نگران کننده است. ممنونم از شما دکتر عبدالواحد افضلی از ایتالیا با ما همراه بودند.